زمان به سرعت می‌گذرد و بر حساسیت مذاکرات می‌افزاید. جان کری برای اولین بار پس از آسیب دیدگی پایش راهی سفر شده و هرچند با اعصاب وین آمده تا با همتای ایرانیش گفتگو کند. قرار است تصمیم‌های نهایی و سخت در این اتاق‌ها و در حضور وزرا گرفته شود. می‌توان گفت امیدواریم. کار دشواری باید انجام شود و مسائل دشواری وجود دارد. فکر می‌کنم همه ما برای رسیدن به آخرین مرحله تلاش می‌کنیم تا ببینیم توافق ممکن است یا نه. فکر می‌کنم همه مایلند توافق حاصل شود، اما باید برای حل مسائل دشوار کار کرد. من هم موافقم، البته نه درباره مسائل. با این موافقم که باید برای توافق کار کنیم و پیشرفت کنیم. ما مصمم هستیم که با تمام توان بتوانیم به این مرحله مهم دست یابیم، اما به خیلی مسائل بستگی دارد که برای حل آنها تلاش میکنیم. وزیر امور خارجه فرانسه هم روز شنبه به وین آمد. لوران فابیوس از روی متنی که نگارشش را در مقابل خبرنگاران تمام کرد، سه شرط ضروری برای توافقی پایدار با ایران برشمرد. شروطی که به گفته او حق حاکمیت ایران را به رسمیت می‌شناسد، اما هنوز به وسیله همه پذیرفته نشده. فرانسه قدرتی مستقل و عضو دائمی شورای امنیت است. هدف سیاست خارجی ما امنیت و صلح است و از ابتدای مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران این اهداف راهنمای ما در گفتگوها بودند. چیزی که ما می‌خواهیم و بارها تکرار کرده ایم توافقی استوار است که حق دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را برای ایران به رسمیت بشناسد و در عین حال به صورت قطعی تضمین دهد که ایران از ساختن سلاح هسته‌ای دست برمی‌دارد. برای رسیدن به چنین توافقی دست کم سه شرط اساسی وجود دارد. شرط یک، محدودیت مدت‌دار تحقیقات و تولید در برنامه هسته‌ای ایران است. دوم، بازرسی سفت و سخت از سایت‌های هسته‌ای که در صورت لزوم شامل سایت‌های نظامی هم بشود. و سوم، بازگشت اتوماتیک تحریم‌ها در صورت تخطی ایران از تعهداتش است. فدریکا موگیرینی و احتمالاً دیگر وزرای خارجه پنج به علاوه یک هم به زودی به مذاکرات می‌پیوندند. تنها سه روز از مهلت تعیین شده برای پایان نگارش متن توافق هسته‌ای باقی مانده و طرفین این احتمال را که مذاکرات چند روزی بیشتر ادامه پیدا می‌کند رد نمی‌کنند. محمد جواد ظریف معتقد است رسیدن به توافق خوب مهمتر از مهلت مذاکرات است و میگوید ایران همچنان بر برداشته شدن فوری همه تحریم‌ها تاکید می‌کند. کار نگارش متن بر اساس توافق به دست آمده در لوزان در 13 فروردین ماه یا 2 آوریل دنبال می‌شود، اما عباس عراقچی از پاسخگو نبودن برخی راه حل‌های به دست آمده در لوزان خبر داده. او میگوید برای برخی موضوعات هم در لوزان راه حلی پیدا نشده. به گفته این مذاکره کننده ایرانی، برخی کشورهای پنج به علاوه یک پس از لوزان تغییراتی در مواضعشان دادند. اختلافهای اصلی روی میز مذاکرات، سرعت و زمانبندی رفع تحریم‌ها و جزئیات چگونگی نظارت‌ها و دسترسی‌ها برای اثبات پایبندی ایران به توافق احتمالی است. اختلافهایی که هرچند حل کردنشان آسان به نظر نمی‌رسد، اما مذاکره کنندگان به یافتن راه حلی برایشان امیدوارند. علاوه بر دیدارهای رسمی وزرای خارجه ایران، آمریکا و فرانسه، امروز یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم که مقر اون در وین اینجا به محل مذاکرات اومد. مشخص نیست که آقای آمانو با چه کسی و در چه موردی صحبت کرده، اما نقش آژانس در مورد شفاف سازی و بازرسی ها از توافق احتمالی یکی از چالش های پیش روی مذاکرات. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، وین.